برادر عزیز در مورد مدخلی و سلفی صحبت کردن ببینید شما شاید این اسما رو قبول نکنید که بگیم آقا این سلفی است این مدخلی است این این است این تکفیری است فلان است اما این یک واقعیت است امرو یک گروه غلات جرح و تعدیل هستند و در سودی منشه اونها در اونجاست در همه کشورات در بین افغان ها متاسفانه رسوخ کردن در بین تاجیکا خیلی زیاد هستند هر فاسق و فاجری رو ولی امر شرعی ببینید ما مشکل ما در این است ما نمیگیم تکفیر بکنید جنگ بکنید قیام بکنید ما میگیم این اصطلاحات شرعی رو در غیر مکانش استفاده نکنید یکیشان نوشته بود از سلطان ذل الله فی الارض سلطان سایه خدا در زمین است منظورش کی بود رحمانوف بود چوز آیات و احادیثی که در مورد اطاعت از ولی امر شرعی اساورد بود بر رحمانوف تطبیق داده بود آخر رحمان رو بر سر او غضب شد خودش و زنش و مادرش و فرزنداش همه شو انداخت در زندان و کتابم به دردش نخورد ببینید برادران عزیز ما میگیم اعتدال نه افراد نه تفرید نه بیا تکفیر بکن نه بیا چیکار بکن به منت... مر... مرتبه به اصطلاح ولی امر شرعی برسان ولی امر شرعی عمر ابن خطاب است ابو بکر صدیق است علی ابن ابی طالب است عثمان ابن عفان است خلفای بنی امیه و بنی بعض بودن در بینشان مثلا فاسق بودن فاجر بودن حتی شراب هم شاید می‌خوردن زنا هم گفتیم که طبق خید اهل سنت این اعمال شخصی گناه شخصی که انجام میده برای خودش اما هیچ کدوم از اون فساق و فجار و شرابخور و زناکارایی که بودن نیامدن جلوی مسجد رو بگیرن نیومدن به حجاب زنهای مسلمان کار داشته باشن نیامدن. مردم را از حج و عمره من بکنن نیمدن مردم رو از روزه گرفتن من بکنن پس این از فرق بین یک کسی که حالا شما اسمش رو رئیس جمهور میگذاری پادشاه میگذاری هرچی میگذاری بذار اما نه, نه آیات ولی امر شرعی رو بر او تطبیق بکن احادیث ولی امر شرعی رو بر او تطبیق بکن